با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام، صبح بخیر به همه هموطنانمان در افغانستان و بیرون از افغانستان. من مریم خرمی با همکارم ایمل آصفی این برنامه را امروز تقدیم شما میکنیم. سلام ایمل، صبحت بخیر. سلامت مریم جان، پس از دو روز رخصتی خسته نباشی، خوش آمدید. سلامت باشی. آغاز هفته‌ت بخیر. از خودت هم همچنان بخیر. امروز دیگه بر ما و خودت و بر کسایی که در کشورهای مثل ما هستن و نزدیک ما هستن، این روز دیگه آغاز هفته هست و امروز تاریخ یک بار دیدم، تاریخ 28 است، گفتم اینه دیگه دک 32 روزم و سال نو مانده. دقیقا روزا میکسره و اگر چشم هم پت بکنیم، من دیروزم و فیسبوک من دیدم که یک سالگی قاب بود، قاب گفتگو بود، گفتم که تصور ایره میکردم که دیروز بود ولی یک سال هم سال سپری قبل. شد سال قبل یک سال سپری شد، هر لحظه از عمر ما هم میگذره. ما هم سلام دارم، امیدوار هستم که صبح آغاز هفته را با یک دنیا امید آرزو آغاز کرده باشین. سلام و بخیری هم برای او هموطنای گل ما که دور از افغانستان هستن و لحظه در سپری هستن، عمر ما میگذره. امیدوار هستم که بتانیم چیزی از خود به یادگار بمانیم که او جز کار نیک رفتار خوب در جامعه ما دیگه هیچ چیز ماندگار نیست. نه پول میمانه، نه او بلند منزلای ما میمانه و هیچ چیز نمیمانه. فقط یگانه چیزی که میمانه نام نیک از خود میتونیم ببریم. کم کم دیگه خانه تکانی هم شروع میشه و آخرین ماه زمستان یگان دفعه آدم تو فکر میکنه که هیچ دیده نمیشه، به خاطر از اینکه همگی مصروف میباشن که حمل میشه، حمل میشه، سال نو میشه، همین ماه آخر زمستان بخی فراموش میشه و همگی در کار مصروف میشه. پس مثلا مده روز اخیر ماه مبارک رمضان میباشه که همگی مصروف خانه تکانی ها میباشه. امیدوار هستم که با این خانه تکانی ها هم حداقل دلهای خود هم یک تکان بتیم، بتکانیم تا بتونیم که اونجا هم کمی پاکتر شوه، بتونیم یک دیگر خود در آغوش بگیریم. برگشتیم طول دو ساعت اینجا میزبان خیلی عزیزان هستیم، امیدوار هستم که تا پایان برنامه امروز با ما باشه. نخستین بخش ما هم کلید نور، محمد اصغر و کلی پوپرزه استاد دانشگاه با ما خواد بودن. امروز پاسخ به سوالات شما بیننده های خوب ما دارن. در بخش بعدی هم همکار ما از بخش طلوع نیوز با ما خواد بودن، جناب محمد شبیر احمدی با ما هستند. پیرامون موضوعاتی که امروز تحت پوشش خبری طلوع نیوز قرار میگیره صحبت های خواد داشتیم. بخش ورزشگاه با همکار ما ایمل شیرزاد باشین، از دنیای ورزش میخوان که بیشتر صحبت بکن. بله حتما، ستاره افغانم این هفته دیدین و ستاره‌ای که دوباره تونست از میان ستاره هایی که حذف شده بود دوباره به برنامه آمد و شب جمعه پنج بهترین بود و امروز هم ما او خوششانسایی را دعوت کردیم که در طول هفته به ستاره های مورد علاقهشان رای دادن و شامل قرعه کشی ما شدن و برنده شدن، ما دعوتشان کردیم. در بخش بعدی با شما یک طنز میبینیم و یک ستاره امروز مهمان ما خواهد بود و در حال شما دکتر همایون لودین مهمان ما هستند، متخصص تغذیه، و امروز صحبت می داشته باشیم برای کسایی که مشکل قلبی دارن چه نوع تغذیه باید داشته باشن این افراد. اگر شما سوالی هم دارید میتونید بر ما پیام بگذارید. بله، بخش بعدی هم دو خواهری که نابینا هستن ولی یک دنیا قصه دارن، از زندگی میخوایم که این قصه هایشان با هم یک جا بشنویم. در بخش سخن زن با ما باشین که ماریا محمدی با ما خواد بود همراه با اسیبا محمدی، متعلم صنف نو هستن. در پایان هم بخش سرخط برنامه بامداد امروز آقای سیام پسرلای مهمان ما خواهد بود، سخنگوی اتاقهای تجارت، و امروز در رابطه با سومین نشست بازرگانی افغانستان و ایران صحبت میکنیم. شما اگر مطلبی را مهم فکر میکنین میتونین بر ما پیام بگذارین و تماس بگیرین و صحبت و گفتنی تانه در سرخط با ما و مهمان ما شریک بسازین. بله، در طول دو ساعت در این گوشه های برنامه شما هم میتونین جزء از کسانی باشین که همکار خوب ما باشین، میتونین که نظر و دیدگاه تانه با ما شریک بسازین و موضوع فیسبوک ما را هم فراموش نکنین، نظریاتتان را میتونین که شریک بسازین. ولی آل خوب است که چند تصویر ببینیم. بله، چند تصویر میبینیم و بعد از دیدن چند تصویر در نخستین بخش برنامه با همکارمون آقای پوپالزای برمیگردیم. Thank you.
بله با شما هستم. اگر شما هم سوال دینی دارین بر ما پیام بگذارین در صفحه فیسبوک ما تا ما در هفته های آینده با استاد شریک بسازیم. صبح بخیر، خوش آمدین. تشکر، زنده باشین. سلام خدمت شما و بیننده های خوب تلویزیون و همکارای تکنیکی برنامه. سلامت، آغاز هفته تان بخیر. خدا را شکر که خودت داریم و یک هفته هم بیننده های ما هم منتظر بوده تا بتانیم که سوالاتشان با خودت مطرح بکنیم. جناب بازرسیم، نخستین پرسش هم کمال بر ما روان کرده و پرسیده در رابطه با شخصیت کشی هست که دنیای مجازی گفته بعضی وقتا دیده میشه که دنبال شخصیت کشی هستند و بعضی کسای دیگه هم هستند در یک مجلس، در یک جای، فقط به خاطر بلند ساختن خود شخصیت دیگران را لکمدار میسازند و لگت میکنند. گفته پیرامونی میخوایم که صحبت های پوپرزای سربه بشن. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث مختلف بیان میکنند که من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه، المؤمن انما المؤمنون اخوه و امثال اینا. احادیثی هستند که همهشان برای ما این را میرسانه که ما احترام متقابل داشته باشیم، نه ای که خدای ناخواسته عیوب دیگران را برملا بسازیم، هرچند اگر عیب هم داشته باشد. امروز در دنیای مجازی یا فیسبوک چیزی را که اصلا گناه کسی حساب نمیکنه، واقعا قسمی که دوست ما سوال را مطرح کردن، اصلا کسی گناه حساب نمیکنه، در حالی که در جزء اعمال نوشته میشه. چرانی ازار بار نوشته میشه. بله، یعنی ای از جمله گناه های بسیار بزرگی هستند، از گناه های بسیار کلان هستند که یک آدم شخصیت یک کسی را ترور رو میکنه یا شخصیت کشی میکنه و عیوبی از او را برملا میسازه و پیش دیگرا او را خرد میسازه. یک گناه بسیار کلان هست. همیشه ایمال جان این قسم هست که دین مقدس اسلام مثلث سه‌بعدی هست، در رأسش اعتقادات، باورها، عقاید قرار داره. یک زلش احکام هست، زل دیگهش اخلاق هست. بله، اگر یک شخص عقاید خوب داشته باشه، خوب خدا را پرستش بکنه، خوب عبادت بکنه، خوب اعتقاد و باور به الله داشته باشه، در احکام هم در نماز و روزه و زکات و حج و اینای خود خوب تکله باشه، ولیکن اخلاق نداشته باشه، این عبادتش قبول نمیشه تا زمانی که این سه زل تکمیل نشه. یک آدم در اعتقادات، احکام و اخلاق خود درست باشه، اینجاست که میشه یک شخصیت خوب و نیک. حال ببینیم وقتی که ما میبینیم که الله متعال جل و علا شانه یکی از نامهایش ستار هست. ستار به معنای چی هست؟ به معنای پوشنده عیوب، پوشاننده عیوب. او ذاتی که الله متعال هست، او عیبهای ما را میپوشانه. پس ما چه کسی هستیم که عیوب دیگران را برملا بسازیم و او را هم در صفحات مجازی فیسبوک که حتی هر کسی دو دشنام اینایی هم رد و بدل میکنن، در حالی که گناهی بس بزرگ و عظیم هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من ستر مسلمان، کسی که عیب مسلمان را میپوشانه، ستره الله یوم القیامه، الله متعال در روز قیامت عیوب از او را میپوشانه. و مسلمان برادر مسلمان هست، به برادر مسلمان خود ظلم نمیکنه. وقتی که ما میاییم اخوه را میبینیم، اخوه معنای بسیار وسیع و بزرگی داره. این تنها نیست که ما بگوییم که مؤمن برادر مؤمن هست، نه. وقتی که ما دوست ندارم که عیب برادر دیگری ما کسی بگوید، برادر عینی ما بگوید، پس برادر دینی همه عیبش برملا نباید بسازم. وقتی که من دوست ندارم که به عیب برادر عینی ما کسی فحش و دشنام بگوید، پس برادر دینی خود هم فحش و دشنام نتوم. اینی هست معنای اخوت و برادری. پس دوستای ما بسیار زیاد متوجه باشن، اگر کسی میخواهد که به نیت اصلاح برای کسی توصیه بکنن، میشه که در گوشه برش بگوین یا میشه که در پیام برش روان بکنن، شخصی با جای از این شخصی، با جای از این که همه را در جریان بگذارن که این شخص به این شکل هست یا این قسمی. چون از جمله گناه های بزرگ هست. ما
دو نوع حقوق داریم، یکی حق العباد هست، یکی حق الله هست. حق الله مربوط خدا هست، میبخشه، خواست میبخشه، خواست نمیبخشه. اما حق العباد ای هست که اگر گاهی ما پشت سر شما حرف میزنم، گاهی شما را دشنام میتونم، یا گاهی غیبت و نمیمت شما را میکنم، یا گاهی ترور شخصیت میکنم از شما با کسی، اگر ما بیایم پیش شما بگویم ایمل جان من فلان روز با فلانی شخص در مورد تو اینی گپا را گفتم، تو مرا میبخشی؟ اگر شما بخشیدین خدا مرا میبخشه، اگر شما نبخشیدین خدا مرا در روز قیامت نمیبخشه. پس گناهی بزرگی هست، باید متوجه باشیم. سوال بعدی را سارا جان بر ما گذاشتن و گفتن که نماز استخاره چگونه ادا میشه؟ نماز استخاره اول خوب است که بگویم که نماز استخاره نماز هست که اگر یک شخص کار مباحی یا مندوب مستحب را، کار مباحی را میخواهد که انجام بده، ولی که نمیفهمه که آیا به خیر ماست یا نیست، آیا این کار به خیرم تمام میشه یا نمیشه، این کار را انجام بتم یا نتم، هر وقت عضو بگیرد، هر وقتی که خواستن، یعنی مهم نیست که مشخص در این وقت، نه، در هر وقت بجز از اوقات مکروه ها که بعد از نماز فجر تا زوال هست، تا طلوع آفتاب هست، وقت زوال آفتاب هست، وقت غروب آفتاب تا نماز عشاء هست، در این سه وقت نماز خواندن مکروه هست، مکروه تحریمی جواز نداره. بجز از این هر وقتی که خواستن میتونن دو رکعت نماز بخوانند، در این دو رکعت نماز عین نمازهای دیگه خوانده میشه. وقتی که سلام دور دادن دعا میکنن که اللهم اینی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم فإنک انت علام الغیوب. من قسم دعاره تا آخر میخوانن که خدایا، بس در اینجا میخوانن که خدایا اگر این کار بخیرم هست، در این دعا مطلب دعا امی هست میشه که ما و شما ایره در صفحه فیسبوک برنامه نشر بکنیم که دوستایی که اگر میخواستن استفاده بکنن از اونجا کپی با ترجمهش بگیرن، این دعا را میخوانن، بعد امو کار را انجام میتن که دلشان میخواه، یعنی میلشان، تمایلشان هست، اگر بخیرشان بود صورت میگیره، اگر نبود نمیگیره. منتها طرز نماز خواندن عین نمازهای دیگه هست که خوانده میشه. بله، بسیار تشکر جناب پوپرزه صاحب نوید جان. در رابطه با شک و تردید صحبت کردم، ما مثلا یک کار می کنیم در تردید هستیم، در شک هستیم که آیا امی کار ما کردیم گناه داره، ثواب داره، و یا مثال مثلا ما وضو گرفتیم، آیا می وضوی ما درست است، یا و یا غسل می کنیم، آیا می غسل ما درست است نیست. گفته در رابطه با شک و تردید می خواهیم صحبت بکنیم که چی باید بکنیم. بله، واقعا جالب هست که امی شک کردن و گاهی وقتا گاهی اوقات میشه که آدم شک میکنه والا لباسی که من نماز میخوام آیا نمازی هست، نمازی هست یا نیست، آیا وضو گرفتم وضویم درست بود یا نبود، غسل که کردم آیا غسلم صحیح هست یا نیست. گاهی میشه که در ذهن انسان قسم شکای خود دور میکنه. در این صورت چی کنه آدم؟ اگر شخص بار اولش بود، بخی بار اولش بود دیگه که اولین بار است که به این مرض دچار شده، میشه که به خاطر از اینکه دیگه خود راحت بسازه برای یک وضوی دیگه بگیره، یک وضوی دیگه بگیره. اما اگر این بود که نی بار بار است که امی تکرار شده میره، هر حتی باری که وقتا نماز آدم بله بله. شک می باشه، هر باری که اینا وضو میکنن امی قسم هست، یا هر باری که غسل میکنن امی قسم هست، باز در این صورت قسم کاری بکنن که اگر اینا شک میکنن که آیا وضوی ما درست است یا نیست، در وقت وضو کردن درست وضو بکنن، دیگه تا زمانی که کدام چیزی را احساس نکردن وضویشان درست هست و همچنان غسلشان درست هست، میتونن که غسل خدا به پیش اما قسم دمونمو غسل وضویی که کردن نماز و اینا خدا بخوانن. و عادل جان پیام گذاشتن و گفتن که آیا با پتلون نماز خواندن میشه، درست است یا خیر؟ جالب موضوع هست در مورد لباس پوشیدن. لباسی که امروز متعارف هست در بین ما و شما، در جامعه ما و شما می پوشیم، پتلون هست، دریشی هست، یا پیران تنبانی که ما و شما می پوشیم، در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین لباس های نبود. در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لنگ بود، پیامبر لنگ استفاده میکرد. اما در لباس چیزی که شرط است، چیزی که شرط است این هست که عورت انسان را بپوشانه، هر نوع لباسی که باشه، با جز از این که لباس ابریشمی نباشد، چون تکه ابریشمی برای مردا جواز نداره، و لباس
چی نباشه که به یک مذهب دین خاصی ارتباط داشته باشه، چون من تشبه به قومین فهو منهم هست، یعنی به یک گروه مذهبی غیر اسلامی خاص. به طور مثال لباسی که امی راهبای کلیسا می پوشن این قسم لباس نباشه، بله، یا لباسی که یک پندت هندو می پوشه او قسم لباس نباشه، چون اونا یک علم هستن، یک نشانه خاص از اونمو راهب کلیسا هست تو لباس، و او لباس از یک پندت هندو هست، اهل هنود هست، خاص است که با او لباس وقتی که ببینی میشناسی که اینی پندت چی هست یا ای راهب هست. بجز از این لباس هر نوع لباسی که ستر عورت را بپوشانه، چی پتلون باشه چی پیرانتنبان باشه، نماز خواندن جواز داره، هیچ کدام مشکل نداره. متاسفانه بعضی کسا میگن که با پتلون پوشیدن نماز جواز نداره، با کدام دلیل؟ در اسلام، در شریعت، وقتی که ما میخوانیم ببینیم پیش ارکان یک شروط نماز هست، که ارکان نماز هست، شروط نماز این هست که شما جامعه پاک باشه، لباس پاک باشه، ستر عورت پوشیده باشه، درست است؟ پوشیدن ستر عورت ای از جمله شروط نماز هست. وقتی که عورت پوشیده شد، عورت مرد از زیر ناف هست تا عینک زانو. اگر از قسمت عینک زانو پایین تر حتی برهنه می باشه هم نماز میشه، مشکل نیست، با پتلون نماز میشه. تشکر. بسیار تشکر. بسیار خوش آمدین. میریم به طرف یک میان برنامه کوتاه و پس از او هم در ادامه برنامه بامداد امروز با ما باشید.